ویلکام گایز، حالتون چطوره؟ من امیر شهرام و خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. خیلی خوب بچه‌ها، امروز اومدم یه نیمچه بررسی کنم روی لپتاپی که من دارم. شاید برای خیلیاتون سوال باشه، شاید اصلا سوال نباشه، اصلا مهم نباشه. شاید برای سوال باشه که بدونید من چه لپتاپی گرفتم. اگه ویدیوهای قبلی منو دیده باشید میفهمید که من تا 2-3 ماه پیش اصلا لپتاپی نداشتم و تازگی یه لپتاپ گرفتم. هرچند که کار من کلن بررسی لپتاپ و معرفی چیزای الکترونیکی این چیزا نیستش، ولی فقط میخوام لپتاپ خودم و مشخصاتش و این 2 ماهی که من باهاش کار کردم عملکردش رو بهتون بگم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. یادتون نره که کانال من سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، چون با این کار از من حمایت میکنید، و اون زنگوله کنارش هم حتما فعال کنید، اینطوری از ویدیوهای بعدی من با خبر میشید. اینم باید بهتون بگم که من مریض شدم، به خاطر این بود که یه ذره ویدیوها به تاخیر افتادن. نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم، بریم برای بررسی بدون معطلی. Let's go. لپتاپ من از برند ایسوس و شاید براتون سوال باشه چرا این مارکش اینطوریه، چرا این ایسوس گیمینگ سری تاف گیمینگ ایسوس و یه لوگوی خیلی خفن داره. به نظر من لوگوی تاف خیلی خوشگل تر از لوگوی آروجیه، خیلی جذابه، بال پرنده است، خیلی باحال، واقعا خفنه. این رنگی که من تو دستمه رنگ گری، اگه اشتباه نکنم رنگ خاکستری ماننده، این رنگش رنگ خاکستری، پشتش فلزی، حالا اونطوری که میگن، ولی نسخه مشکیش پشتش پلاستیکیه. اسم دقیقش رو نمیدونم، ولی سری تاف گیمینگ F15 یا F506 همچین چیزیه. من اینو 2 ماه پیش به قیمت 27,300 گرفتم، دقیقا تو اوج گرونی بود. البته الان هم گرونی، ولی خب اون موقع دیگه خیلی اوج گرونی بود. ولی الان توی دیجی کالا میتونید اینو با قیمت حداقل، یعنی پایین ترین قیمتی که من دیدم 23,500 بود، بعضی وقتا تا 26 هم میرسه. البته بستگی به گارانتی و این چیزاش هم داره، واسه 2 سال گارانتی نمیدونم کجا رو داره. مشخصاتش رو بهتون بگم، این لپتاپ با سی پی یو i5 10300H اومده بازار. یکم واسه سال 2021 یه خورده ناجور بود که با سری 10 بیاد بیرون. 512 گیگابایت SSD داره و این خیلی خوبه، 512 گیگابایت SSD داره که نقاط قوتشه و HDD اصلا نداره، چه بهتر، میتونید ارتقا بدید SSD رو. 8 گیگ رم داره که خوبه، ولی باید ارتقا بدید. من که فعلا استفاده میکنم و 100% 2 جای رم داره. من بگم اونم یه جای رمش غیر قابل تعویضه، یه جای رمش هم خالیه که میتونی یه دونه دیگه رم بندازی، یا 8 دیگه بنداز 16 بشه اوکی. تا 32 گیگ هم میشه ارتقا داد رمشو. سی پی یوش تا 2.5 گیگاهرتز یا همچین چیزی بود، حالا من نمیدونم، من این چیزا نمیدونم. چیزی که اینو منحصر به فرد کرده گرافیکشه. این لپتاپ تو این قیمت با این گرافیک بسیار خوبه و این باعث میشه که ارزش خریدش بالا بره. 4 گیگ گرافیک GTX 1650 Ti داره، میتونه کارتون رو راه بندازه. من براتون تست گیمم میذارم، گاد آف وار رو با حالت اولترا میتونه تا 35 FPS بیاره بالا و این خوبه. و بازی دیویل میکرای که یه بازی جدیدتری از گاد آف واره، من رو حالت کاملا اولترا اینا تونستم تا 95 FPS بگیرم که این فوق‌العاده است. اگه رو حالت مثلا بخوایم میدیوم تا 144 FPS رو 100% بهتون میده و واقعا لذت میبرید. و نگفته نمونه که این لپتاپ یه صفحه نمایش 144 هرتزی داره که اینم یه نقطه یه قوت دیگه است. یه صفحه نمایش 144 هرتز مات. به اینجا که میرسیم، اینجا پایین کیبورد رو میبینیم، یه کیبورد واقعا تر و تمیز، یه حس خیلی خوبی بهتون میده. 4 تا کیبورد WASD رنگ مجزایی دارن، سفیدن، که خیلی خوبه، یه حالت گیمینگ توریه باحالی بهتون میده. کیبوردا واقعا خوبن، حس خوبی میدن، کیفیت خیلی خوبی دارن. اینجای بدنن که کلن پلاستیکه و نسبتا خوبه و فرو زیاد اینطوری میکنی فرو نمیره و این خوبه. کیبوردا RGB هن اما تک لایتن، یعنی نمیتونی به صورت
جدا جدا هر کدوم رو تنظیم کنیم. همشون با هم عوض میشن، اما عوض میشن و خب تو این قیمت رقبای این لپتاپ هیچ کدوم این قابلیت رو ندارن و همشون تک رنگن. این برچسب رو من خودم زدم. یه تاچ پد نسبتا بزرگ داره که خب خوبه، جنس خوبی داره، ولی روش لکه میمونه و لکه میشه دیگه متأسفانه. دو تا دکمه فیزیکی هم پایینش داره و میرسیم به این کناره‌ها. اینجا گفته که حالت زنبوری داره و به گفته ایسوس این زنبوری کردن باعث شده که فن خیلی بهتر کار کنه و هوا رو ورود و خروج بده و بیشتر خنک کنه. سیف کلینینگ، حالا با توجه به مترجم گوگل که من زدم میگه که تیزه از ایناست، فن خودشو تمیز میکنه. نمیدونم درست میگم یا نه، ولی فن قوی هم داره، خیلی قوی داره. آورا آرژیبی که خود آرژیبی رو میگه وایفای 6 داره، وایفایش خوبه. چون هم که نمیدونم میگه نظامیه، درجه نظامیه چیه، این هم که ول کن. همین، این بود زیرش هم که دیدید. میرسیم به پورت ها، به پورت دستگاه ها. سمت چپ یه پورت شارژ داره، این پورت فکر کنم اینترنتشه، یه پورت HDMI، دو تا پورت USB 3 و یه پورت تایپ C، یک جک هدفون و هندزفری که با هم ادغام شدن. سمت راست اینم یه دونه پورت USB 2 که پشتش هم که خالی از سکنه است و هیچی نداره از پورتا. از نظر پورتی این دستگاه یه دستگاه نسبتاً کامله و چیزی کم نداره، به نظر من کامله و راه بندازه، ولی این بده که رم نمیخوره. کاش حافظه رم هم میخورد. پشتش خروجی فنه و این کنارای پایینم دو تا اسپیکر داره، اسپیکر نسبتا خوبی داره، پرتاب خوبی داره، کیفیت مناسبی داره، ولی نمیشه گفت خیلی خیلی خفنه. متاسفانه دستگاه با یه دست باز نمیشه، ولی لولای با کیفیتی داره و اذیتتون نمیکنه. یه وبکم 720 داره که اصلا به درد نمیخوره. چرا واقعا یه وبکم خوب نمیذارید؟ وبکم خوب بنازید، ما که 30 تومن به هزینه میکنیم بابا یه وبکم خوب بنازید دیگه. باتری لپتاپ های گیمینگ کلن نسبتا ضعیف هم خیلی قوی نیستن، چون خب گرافیک بالایی دارن، سی پی یو اذیت میکنه و خب به خاطر همین چیز هست دیگه. و باتری این میتونه 3 تا 4 ساعت بهتون کار بده. یه شارژر بزرگ داره که 150 وات زود شارژ میکنه، خیلی زود شارژ میکنه. من حوصله‌ام نکشید برم اونو بردارم بیارم. این خوبه. وزن این دستگاه 2 کیلو 300 گرمه که نمیشه گفت سبکه و نسبتاً سنگینه. در کل میتونم بگم که من از این لپتاپ به شدت راضیم. تا الان همه کارهای منو راه انداخته، پریمیر، فتوشاپ، اینا رو همه رو راحت میاره. البته من فتوشاپ زیاد کار نکردم، ولی پریمیر رو من کار کردم. هنگ نمی کنه، واقعا میگم هنگ نمی کنه. دیوهای نسبتاً سنگین رو میذارم، اون نوار قرمز میشه، به هیچ عنوان هیچ لگی نمیده، هیچ هنگی نداره اصلا. رندر گرفتنش تهش 2 دقیقه طول بکشه، تهش 2 دقیقه ها. و خیلی خوبه، خیلی کارتون رو راه میندازه. اونایی که بودجهشون کمه و هولوش 25 تا 30 تومنه من پیشنهاد میکنم اینو بگیرن. خیلی خوب بچه‌ها، امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. این بود از لپتاپی که من گرفتم. خیلی خوشحال بودم و الانم خیلی خوشحالم که بالاخره یه لپتاپ دارم. واقعا نیازم بود. من عشق گیم بودم، الان گیما رو بازی میکنم، خیلی حال میده، واقعا دارم میگم. و دوست دارم که به زودی حتی بتونم پیسی بگیرم، یه پیسی خیلی قوی بگیرم. شما حمایت هم کنید و منو به بالاتر برسونید تا بتونم برای شما ویدیوی خیلی خفن‌ترم بگیرم. نمیخوام بیشتر از این طولش بدم. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.